ما حدودا الان 190 سد ملی داریم که از اول انقلاب تا الان تعداد سدهای ملی ما، یعنی سد بزرگ در واقع و در واقع متوسط، به حدود 10 برابر افزایش پیدا کرد و تقریبا حدودا مخازن اینا 52 میلیارد متر مکعب هست که نزدیک به نیمی از اینا در استان خوزستان قرار داره. ما حدودا 100 تا سد دیگر رو داریم مطالعه میکنیم. مطالعه یعنی اینکه به نتیجه هنوز نرسیدیم، ولی آن چیزی که هدفمون هست اینه که 18 میلیارد متر مکعب آب دیگر رو بتونیم ذخیره بکنیم. یکی از اهدافی که ما خیلی جدی بعد از این سیل اخیر، تو سیل دو سال پیش بهش رسیدیم، اینه که حتما باید موضوع سیلاب جدیتر از گذشته در سطح ها دیده بشه. خب قبلا حدود 20% دیده میشد، ولی این سیل نشون داد که واقعا نقشه سدها خیلی بی نظیره در مدیریت سیلاب در خوزستان. اگر کرخه و دز و کارون و اینها سیمره و این سدها نبود، نمیدونیم واقعا چه اتفاقی می افتاد. سد برای این نیست که همیشه پر آب باشه. بعضی ها فکر میکنن که مثلا ما سد میزنیم همیشه توش آب باشه، میگن آقای سد ساختی بزن چرا آب نیست توش. این برای همین زمان هاست دیده، بعضی سدها اصلا برای کنترل سیلاب هست. بله، در موضوع سیلاب خوشبختانه کارهای خیلی خوبی صورت گرفت و برای نمونه همین دیروز ما یه سیلاب خیلی بزرگی در بخشی از خوزستان داشتیم که با توجه به لایروبی هایی که صورت گرفته بود خوشبختانه تونستن مدیریت بکنن و این سیلاب عبور کرد بدون هیچ خسارتی، در صورتی که در نزدیکیش دو سه تا روستای خیلی بزرگ بود و الحمدلله مشکل پیش نیامد. در همه رودخانه ها هزینه زیاد شده. مثلا در استان کرمان خود صنایع آمدن و مشارکت کردن و تقریبا همه رودخانه ها رو توسط صنایع و ماشین‌آلات صنایع لایروبی کردن. استان های دیگه هم دارن استاندار محترم کمک میکنن آبهای سطحی با فاضلاب رو مواد جدا بکنن. اصلا این دو تا مقوله است، چون هر جای آب دیده میشه این فوری یاد وزارت نیرو و این چیزا میفتن، در صورتی که جمع‌آوری آب‌های سطحی به عهده شهرداری هاست. در همین شهر تهران ما داریم فاضلاب و شبکه‌شو انجام میدیم. تا الان حدود 7600 کیلومتر شبکه فاضلاب در زیر همین تهران اجرا شده و این طرف هم شهرداری تهران سالهاست داره شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی رو انجام میده. مثلا در اوایل انقلاب تهران هم مثل همین اهواز و اینا آب وای میستاد و به محضی که یک باران شدید میومد تمام خیابونا قفل میشد. چون الان اونایی که اون زمان رو به خاطرشون نیست فکر میکنن که مثلا اتفاقی نیفته، در صورتی که خب اتفاق بزرگی افتاده و خود این سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی و ساختن این مسیل‌ها و درست کردن این مسیل‌ها در شهر تهران میبینید که تو این سال‌های اخیر این همه بارون، این همه سیل، این همه سیلاب اومده، قشنگ اینا کنترل میشه و به خارج از تهران هدایت. لذا برای شهرهای جنوبی مثل اهواز، مثل آبادان، من دیروز دیدم ماهشهر، بوشهر، اینا اولین قدم باید مسئله آبهای سطحیش حل بشه. چون اگر اینا حل نشه این همین اتفاقی میفته که تو اهواز میفته. یعنی چون خیابانها در واقع شیب نداره، کانیوه وجود نداره، سیستم جمع‌آوری آبای سطحی وجود ندارد، آب میاد نشست میکنه توی سیستم فاضلاب و لولای فاضلاب رو میشکونه، بعد آب و فاضلاب با هم میاد سطح خیابون. ما الان در استان در شهر اهواز اینجوری نیست که سیستم جمع‌آوری فاضلاب نداشته باشه، داره، ولی به محضی که
بارندگی میشه، این بارندگی میاد و وارد فاضلاب میشه و دیگه نمیشه جمع کرد. این یک مشکله. مشکل دیگه هم گسترش بیروی شهرهاست. شهرها بیرویه گسترش پیدا میکنن، حاشیه نشینی، اینا الان ببینید قالب ببینید تو حاشیه ها کارا هست. یعنی خونه های ساخته میشه که نه جدول داره خیابوناش، نه خیابون کشی داره، نه کانیو داره، هیچی نداره. خب آب که میاد وای میسته دیگه. ایناست که در واقع شیرینی و اون لذت بارندگی رو در واقع دچار خدشه میکنه. لذا من پیشنهادم اینه که هم هر جایی که ما سیستم شبکه فاضلاب رو داریم اجرا میکنیم، همزمان باید شبکه جمع‌آوری آقای سطحی هم اجرا بشه که انشالله این مشکلاتی که الان در شهرهای جنوبی هست به وجود نیاد. خود اهوازی مشکل داره، آبادان مشکل داره و ما هم از این بر هر چه هزینه تو فاضلاب و تو شبکه فاضلاب میکنیم دوباره با یه بارندگی و یه سیل و یه سیلاب همش از بین میره. مجددا ما در اول از صفر منابع آبی دنیا اگر میخواییم تقسیم بکنیم سه منبع هست. یکی آبهای زیرزمینی است، یکی آبهای سطحی است و یکی هم منابعی است که در دریا وجود داره. خاطر اینکه 97% آب جهان در دریاها هست و کشورها حتی اونهایی که از نظر منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی مشکل ندارند، اینها الان رو آوردن به شیرین‌سازی و آبهای زیرزمینی و سطحیشون رو در جاهایی که میتونن بهره‌وری بیشتری داشته باشن استفاده میکنن. ما در مقوله شیرین سازی نسبت به حتی همسایه های خودمون که الان همین اطراف ما حدوداً 850 واحد تصفیه و شیرین سازی آب نصب هست و ما 10% اونا رو هنوز تو کشورمون نداریم، با در نظر گرفتن این که از نظر حجم مثلا حجمی که ما الان شیرین‌سازی میکنیم اصلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست، خصوصا این که ما در منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم که این منطقه منطقه خشک و نیمه خشک هست و از طرفی جمعیت کشور به صورت درستی در واقع پراکنش در کشور ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که ما در فلات مرکزی ایران که فقط 20% منابع آبی کشورمون هست، 50% جمعیت اونجاست. یعنی یه جایی که ما در واقع عرضمون خیلی کمه و تقاضامون بسیار بالاست. لذا نه تنها در مورد انتقال آب از دریا بلکه کلن موضوع انتقال درون سرزمینی هم موضوعی است که ما نمیتونیم در واقع بدون انتقال آب رو حتی برای شرب، ما چون الان مسئله اصلی اون شرب هست، برای شرب این رو بتونیم تأمین بکنیم. لذا خب اخیراً ما شروع کردیم، خصوصا تو این دولت شروع کرده کار شیرین سازی آب دریا رو و تخصیص میدیم به استانها. استانها میرن با بخش خصوصی مذاکره میکنن و هر کجایی که براشون اقتصادی باشه این کار رو انجام میدن. اما همینجا من تأکید بکنم که دولت به جز در سواحل یعنی شهرهای ساحلی که انتقال نداره و هزینه آب در واقع پایین هست، در جاهای دیگه دخالت در واقع تأمین منابع نداره. این منابع حتما باید توسط بخش خصوصی تأمین بشه، اما برای شهرهای ساحلی ما آب شرب رو به صورت تضمینی بعد از شیرین‌سازی خریداری میکنیم و استفاده میکنیم. بحث استفاده از آب دریا دو تا موضوعه. یک اینی که مقداری در واقع آب رو ما تخصیص میدیم یا تخصیص دادیم در واقع برای
خنک‌سازی مثلا پالایشگاه‌ها که اینا اصلا شیرینسازی نمیشه، از آب دریا برداشت میکنن و استفاده میکنن. یه بخشی رو ما برای شیرینسازی تخصیص دادیم که نه، اونم حتما برای شرب نیست. عرض کردم برای شرب، یعنی خاص شرب، فقط در سواحل ما تخصیص دادیم، مثلا در بوشهر، در بندرعباس. مثلا بندرعباس یا حتی خود استان هرمزگان با پایان این تحریک اخیراً، بعداً حالا توضیح خواهم داد، انجام شد، 50% آبش از آب دریا تأمین میشه. خب آب دریا بعد از اینکه شیرین سازی میشه، آب بسیار با کیفیتی است و میشه ازش در واقع جزو بهترین آبای کشور نام برد. ما حدود 95 واحد تصفیه خانه در واقع در حال بهره برداری داریم که این 95 تا تا آخرین دولت فکر می‌کنم یک 20 تا 25 تا دیگه هم بهش اضافه خواهد شد، به بالای 100 تا میرسه، در صورتی که خب خیلی اول دولت خیلی کم بوده، این کمتر استفاده می‌کردن از آب دریا. علتش هم این هم میتونه باشه که تکنولوژی شیرینسازی هر روز داره پیشرفته تر و ارزان‌تر میشه. در یه دوره اصلا اقتصادی نبود که بیان آب شیرین بکنن. الان تکنولوژی شیرینسازی در کشور ما خوشبختانه تقریبا میشه گفت 80-85% قابل ساخت است. ما در خصوص صدور مجوز تخصیص آب دریا به استانهای کشور میتونیم اینجوری دستبندی بکنیم که بخشش برای بدون نمک‌زدایی است که برای خنک کردن استفاده میکنن و بخشی هم برای نمک‌زدایی است. که اگر من بخوام مجموعش رو خدمت شما عرض بکنم، ما 8 میلیارد و 150 میلیون متر مکعب برای بدون شیرینسازی صادر کردیم که برای خنک‌سازی استفاده میکنن و 2749 یعنی 2 میلیارد و 749 میلیون هم برای در واقع شیرینسازی مجوز صادر کردیم. در استانهای دیگر یکی همین طرح اخیر هست که از خلیج فارس آب رو بردن برای گلگوهر و یزد و مثل سرچشمه، که این پروژه سه فاز داره. در این سه فاز، فاز اولش که افتتاح شد اخیراً یکی دو ماه پیش، همونجور که ملاحظه کردید، آب به گلگوهر رسید، یعنی به سیرجان رسید. در فاز بعدی آب به مثل سرچشمه و در فاز نهایی آب به اردکان یزد خواهد رسید. در مجموع حدود 200 میلیون متر مکعب آب شیرینسازی خواهد شد که بین اینا تقسیم میشه. 50 میلیون متر مکعب از این آب برای آب شرب بندرعباس هست که ما الان داریم قرارداد خرید تضمینیش رو در واقع میبندیم. خب این برای آب شرب بندرعباس اقتصادی است در واقع، چون ما اونجا همون آب شیرین کنه هایی هم که داریم، چون کنار ساحل هست و انتقال نمیخواد، عددی که به دست میاد عدد تقریبا مساوی هست با بقیه آب شیرین کنه ها، اما برحال عدد قابل توجه است نسبت به پولی که دولت از مردم رو قبوز میگیره. الان پولی که از مردم گرفته میشه بین 400 تا 500 تومنه، این شد 10 برابر این قیمت تموم میشه، ولی چون آب شرب هست و باید تأمین بشه، دولت این پول رو پرداخت میکنه. این تر توسط صنایع سرمایه گذاری شده و صنایع هیچ مثلا دولت هیچ امکاناتی برای این در نظر نگرفته و تنها کاری که در واقع دولت انجام داده این که از محل صندوق ذخیره ملی به این ارز داده، یعنی حدود 280 میلیون
یورو بهش عرض دادن که در واقع این پول رو باید صنایع به صندوق توسعه برگردونه. از نظر مشخصات فنی اینجا سه واحد شیرینسازی داره که واحد اولش که 200,000 متر مکعب بود خب افتتاح شد، واحد دومش هم 200 و واحد سومش هم 300. واحد دوم هم حدود 40% الان پیشرفت کار داره و واحد سوم هم حدود 10%. صنعت اعلام کرده که واحد دوم رو امسال تا پایان سال میتونه برسونه که ما امیدواریم که این کار انجام بشه و در مجموع حدود 800 کیلومتر خط آبرسانی داره که فاز اولش حدود 305 کیلومتر بود و انجام شد خوشبختانه، بقیهش هم در حال انجام هست. 305 کیلومتر هست تا گلگوهر که انجام شد. از گلگوهر 150 کیلومتر باید بره برسه مثل سرچشمه و از مثل سرچشمه هم حدود 300 و خورده کیلومتر، 170 فکر میکنم کیلومتر هم باید بره تا برسه به چیز. خطوط خوشبختانه خطوط این آبرسانی پیشرفت خوبی داره، یعنی هر دوتا فکر میکنم نزدیک به 90% الان پیشرفت کرده. آنچه که مونده خود واحدهای تصفیه خونه و شیرینسازی هست که باید تجهیزاتش بیاد و در واقع کار انجام بشه. ایستگاه های پمپاژ بسیار بزرگی داره، نیروگاه های بزرگی داره برای بررسانی و ایستگاه بررسانیش هم خب خیلی هزینه کردن، خیلی خوب انجام دادن. حدود 9 تا مخزن تعادلی برای متعادل کردن آب داره، چون مثلا تو همین پروژه اولی حدود 1300-400 متر فقط پمپاژ داشته. کار خیلی بزرگی است که صورت گرفته و امیدوار هستیم که در واقع ما بتوانیم صنایع آببر کشور رو ترغیب بکنیم که از آب دریا در واقع استفاده بکنن، به خاطر اینی که با توسعه‌ای که پیش بینی شده و برنامه‌ای که وزارت صنعت داره برای صنعتی کردن کشور، ما پیش بینیمون این که برای افق 1420 صنایع به دو برابر آب فعلی نیاز خواهند داشت و طبیعتاً با وضعیتی که ما تو کشور داریم و منابعی که در دسترس هست نمیتونیم این آب رو تأمین بکنیم و باید یا منتقل بشه یا صنعت بعد از این بیاد کنار دریا مستقر بشه، که ما ترجیح میدیم آب انتقال پیدا نکنه، یعنی صنایع بپذیرند بیان و در کنار سواحل. الان ما سواحل مکران داریم که خب سواحل خیلی بکری هست، میتونن بیان اونجا مستقر بشن و آب رو از دریا بگیرن و استفاده بکنن. اما وقتی که اینا دور میشن از این آب دریا، طبیعتاً خب آب گران تموم میشه، هرچند که این گرانی تأثیر زیادی در قیمت تمام شده صنعت نداره، آنجوری که خود دوستان صنعت هم میگن. مثلا همین پروژه موجود که عرض کردم تأثیرش در قیمت تمام شده تولید 2%. خب این 2% اصلا عدد قابل توجهی نیست، ولی بعضی صنایع هم هستن که ممکنه که بیشتر از این بشه، لذا ما توصیه میکنیم که صنعت بیاد و در کنار سواحل قرار بگیره. به هر حال همه کارها باید مطالعات زیست محیطی داشته باشه، این میره در سازمان محیط زیست تصویب میشه، اونجا کمیسیونی هست، کمیسیون ماده 2 معروفه، در این کمیسیون دستگاه ها میشینن، همه دستگاه ها هستن و با حضور اینها کار انجام میشه و معمولا اون کمیسیون توصیه هایی میکنه 1, 2, 3, 4 و در روند پروژه میاد چک میکنه که اون توصیه هاش آیا انجام شده یا نشده، اگر نشه اصلا اجازه بهره برداری به پروژه
نمیدن. اون پروژه به این بزرگی که خب قابل توجه هست. برای سه استان شرقی کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، ما مجوز برداشت آب از دریای عمان رو صادر کردیم که اون هم نگاهمون نگاه صنعتی است. یعنی باید اول توجیه در واقع صنعتی داشته باشه، چون برای آب شرب و آب خیلی گران تمام میشه. ما آب شرب رو راهی نداریم که بریم رو بهره‌وری، ولی این فاصله های دور ممکن اصلا اقتصادی نباشه، باید بریم رو بهره‌وری آب کار بکنیم. و خب صنعت ممکنه براش مقرون به صرفه باشه. الان شرکتی تشکیل شده، این شرکت مطالعات رو تقریبا داره تموم میکنه، بعد از این مطالعات میره بازاریابی میکنه، با صنایع مذاکره میکنه و اگر بتونه کار رو در واقع با همکاری صنایع انجام خواهد شد. حالا در ترکیب این قیمت ها ممکنه یه جایی ما برامون مثل همین که از این صنعت تو بندر عباس خریدیم، ممکنه از دریای عمان هم برای یه جایی همون نزدیکا بتونیم آب رو از اینا تضمینی خریداری بکنیم، کاری میکنیم. اما اینی که آب بخواد در یه فاصله دوری بیاد و قیمت ها خیلی بالا بره، ما به دولت چنین چیزی رو توصیه نمیکنیم. اخیراً کمیته بازار آب تشکیل شد، تا حالا دو تا جلسه داشتیم و اینم با صاحب نظران دانشگاهی، با صاحب مشاورین و اینها نشستیم و انشالله به یه سرسامانی خواهیم رسید. هدف اصلیش اینه که قیمت آب روشن بشه چقدر. اگه بخوام توی یه جمله بگم، هدف اصلیش بهره‌وری رو بالا ببره و بعد قیمت آب مشخص باشه. نمیشه ببینید قیمت مثلا ما الان آب رو واقعا از نظر بهره‌وری خصوصا تو کشاورزی، در کشاورزی شما میدونید روی 90% از آب کشور رو در کشاورزی مصرف میکنه، ولی این آب در جایی خود از نظر بهره‌وری الان پاسخ نمیده. ما الگوی کشت درستاوی نداریم. اینا به خاطر همش اینه که قیمت آب معلوم نیست. چون قیمت آب معلوم نیست، بنابراین آب در اون جایی که بهره‌وری بالاتری هست استفاده نمیشه. لذا ممکنه که با تشکیل این بازار آب به تدریج قیمت واقعی آب مشخص بشه. خود مردم دیگه متوجه میشن که آیا این آب رو مثلا بدن صنعت استفاده کنه اقتصادی تره، یا اینکه مثلا برن با یه هندونه بکارن اقتصادی تره. خود این یواش یواش جا میفته برای مردم که دنبال الگوی کش برن. ما دنبال اینیم که بهره‌وری رو ببریم بالا. کشور ما هم به کشاورزی نیاز داره، هم به صنعت نیاز داره و در اولویت اول به شرب نیاز داره. اگه این روندی که ما الان تو کشور داریم و داره پیش میره، اگه بخوام این روال رو ادامه بدیم، قطعا ما در آینده دچار مشکلات جدی میشیم از نظر منابع آب. چون که ببینید آب تابع یک متغیری است به نام بارندگی. این بارندگی اصلا قابل محاسبه نیست. یعنی هیچ کس نمیتونه الان به ما بگه که سال آینده سال خوشسالی است یا سال ترسالی است. حتی نمیتونم بگم دو سه ماه آینده چی میشه. و چون این جوریه، ما باید به آب پایدار خودمون رو برسونیم. آب پایدار هم یعنی آبی که قابل تجدیده، یعنی تجدیدپذیره. آبای تجدیدپذیر ما آبای زیرزمینی هستن. این آبای زیرزمینی ما الان ما از نظر مخزن کل کشور 130 میلیارد متر مکعب کسری آب داریم که اگر به همین منوال بریم جلو، یعنی آب و شربونو اینجوری مصرف کنیم، آب صنعت رو اینجوری مصرف کنیم، آب کشاورزی رو با همین 40 سال گذشته 50 سال گذشته استفاده بکنیم به همین، نه ما تو افق 1420 نزدیک به مثلا 250 میلیارد متر مکعب کسری مخزن خواهیم داشت. یعنی میفتیم به دیگه بحران واقعا. با این یکی دو سالی که ما بارندگی داشتیم و امسال هم که تا الان نسبتاً مثل سال گذشته هست و امیدواریم بعد از این هم همینجوری باشه، طبیعتاً شهرهایی که تنش آبی داشتیم کاهش جدی پیدا کردن. و خب در روستاها خوشبختانه با اقداماتی که در این دولت صورت گرفته، آبرسانی به روستاها در اول دولت حدود 900 هزار نفر در روستاهای کشور
دسترسی به آب پایدار داشتن، این 900 هزار نفر داره کم کم به 9 میلیون نفر، یعنی 10 برابر داره میشه، و انشاءالله تا پایان دولت هم قراره که به 10 میلیون نفر برسن. اما هنوز هم ما داریم روستاهایی که شهرامون البته وضعشون خوبه، اگر سالای پربارش باشه که قطعا خوبه وضعشون، روستاهایی ولی داریم هنوز که این روستاها به آب پایدار دسترسی ندارن و تعداد زیادی هم هست که با تانکر آبرسانی میشه. اینها باید به تدریج انشالله به یه سر و سامونی برسیم.